جلسه خیلی خیلی خوب ما دو هفته پیش با هم داشتیم روز یک شنبه و قرابت معنایی رو با هم کار کردیم ما دو هفته پیش و این هفته هم قراره که یه سورپرایز خیلی بزرگ واسهتون داشته باشم. هفته پیش خیلی بچه ها به وجد اومدن و خیلی خوشحال بودند از اتفاقی که توی قرابت معنایی واسه شون افتاده بود. امروز هم من بهتون قول میدم اگر بالاتر و بهتر از جلسه گذشته نباشه، این جلسه مطمئن باشید که بدتر از جلسه گذشته نخواهد بود و بسیار بسیار جلسه خوب و مفیدی میخواییم داشته باشیم. خب اول هم بگید ببینم کیا جلسه قبل رو نبودند. خب باشه. خیلی خوب، مرسی. حالا من میگن که کیا حضور داشتن. مرسی. مهندس بچه ها چند نفر الان سر کلاس؟ ببینید عزیزای من، برای اون دوستانی که جلسه اولشون من در خدمتشونم، من خودم یه معرفی کوچیکی بکنم و بدونیم که اصلا چیکاره هستیم، چیکار میخوایم بکنیم و برنامه‌مون چیه. ببینید عزیزای من، بنده خانقاه هستم، اشکان خانقاه، مدرس و مؤلف درس ادبیات کنکور، کارشناسی ارشد ادبیات محض از دانشگاه شهید بهشتی. مرسی، ممنون، مرسی. خب عرض به خدمتتون که ما امروز قراره چیکار کنیم. ما امروز قراره که یه کار خارق‌العاده با هم انجام بدیم. اول به من بگید ببینم که رشته هاتون رو میشه واسم بنویسید؟ رشته هاتون رو برای من بنویسید. ریاضی، تجربی، انسانی. خیلی ممنون. تقریبا مساویه و خب طبیعتا تجربه مقدار بیشترند. خب اینم طبیعیه. انسانی هامونم خوبن. بسیار عالی. مرسی. خب ببینید عزیزای من، من امروز میخوام یه بحثی رو انتخاب بکنم براتون که مشترک بین هر سه رشته هستش و شدیداً و قویاً همه تون بهش احتیاج دارید. ببینید کاری که من میخوام انجام بدم امروز در مورد بحث آرایه‌های ادبی هستش. توی آرایه‌های ادبی خیلی ها مشکل دارن. چرا که خب خیلی کتاب گذرا اومده در مورد، تو کتاب نظام جدید خیلی گذرا و سطحی اومده در مورد آرایه ها صحبت کرده و عملا تستای کنکور ولی فرقی نکرده بچه ها. یعنی همون تستایی که سه سال پیش تو نظام قدیم می اومد، این همونا توی نظام جدید داره میاد مجدد. کار میکنیم پریسا جان، اصلا نگران نباش. من امروز یه کاری انجام میدم برای شما که شاید اگه الان در موردش صحبت کنم برای هر کسی باور کردنی نباشه، اما در پایان جلسه خواهید دید که چه اتفاقی میفته. اون دوستایی که جلسه قبل بودن دیدند من چی کار کردم توی قرابت معنایی. اومدیم توی قرابت معنایی یه متد جدیدی رو بچه ها پایه‌گذاری کردیم. ببینید من یه در واقع کاری کردم، قرابت معنایی تصویری. مرسی زهرا قاسمی جان، مرسی. یه کار جدیدی کردم، قرابت معنایی تصویری رو ثبت کردم، ثبت اختراع کردم این رو، و به واسطه تصاویری که تصویرگرای معروف کشور مثل تصویرگرای انتشارات مهر و ماه خیلی سبز باشون کار کردم، تصاویر قرابت معنایی رو نظر خودم اومدن رسم کردن
و با اون تصاویر به راحتی آب خوردن تست قرابت معنایی زدیم. بچه‌ها بودن، دیدن. من خواهش می‌کنم صحبت حاشیه‌ای نباشه. خواهش می‌کنم صحبت حاشیه‌ای نباشه لطفاً. بریم سراغ بحث امروزمون. امروز هم بچه‌ها یه کار خارق‌العاده انجام میدیم توی آرایه‌ها. ببینید، لطف کنید بچه‌ها دقت داشته باشید. من دوست ندارم چت رو خصوصی کنم. و بچه ها خب آره لطفاً چت نباشه. الان صدا تصویر تخته اوکیه بچه ها؟ الان صدا تصویر تخته. مرسی، ممنونم ازتون. خب دیگه حواسا جمع، دیگه حواسا جمع. ببینید چیکار میخوایم بکنیم. ببینید عزیزای من، ما توی تست های آرایه، خوب دقت کنید چی بهتون میگم بچه ها، توی تست های آرایه خوب دقت کنید، ما چند مدل، من دوست ندارم چت رو خصوصی کنم اما خب شاید مجبور بشیم که این کار رو انجام بدیم. ای کاش که خب من همه چت ها رو از این بر باک کردم. چت هم در حالت خصوصی هستش. خب چت هم در حالت خصوصی هستش بچه ها. الان دیگه لطفاً دیگه صحبتی نباشه، هیچ کسی چی نگه و ننویسه. خب الان صدا تصویر و تخته اوکیه؟ به من یه جواب بدید بچه ها. صدا تصویر و تخته. مرسی مرسی، ممنونم ازتون. خب من صدام هستش ولی چتای بچه ها برای من نمیاد. بچه ها صدا تصویر تخته اوکیه؟ همه چی اوکیه؟ مرسی ممنون. خب دیگه صحبت نباشه، چت هم خصوصیه دیگه الان. خیلی خب بریم ببینیم که بچه ها چی کار باید بکنیم. ببینید عزیزای من، من اگر بخوام بیام الان در مورد 4 تا دونه آرایه‌ای که تو کتاب 11 ذکر شده صحبت بکنم، نهایت میخوام در مورد مثلا یکی دو نمره امتحانتون باهاتون صحبت بکنم. اما کاری که میخوام بکنم چیه؟ مثل هفته پیش یه کار اساسی و موندگار میخوام واسهتون انجام بدم بچه ها. خوب دقت کنید بچه ها، از این تعداد دانش آموزی که اینجا هست، کیا تا حالا تست آرای ادبی زدن و یا حداقل دیدن؟ مرسی 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 مرسی. خب خیلی عالیه، اینجوری کار من خیلی راحت تره، خیلی کار من اینجوری راحت تره. عالی عالی عالی. مرسی محمد علی، مرسی آقای حجار، بسیار مرسی تارا جان. خب ببینید بچه ها، شما همتون دیدید تست های آرایه های ادبی اکثرا یا این شکلی هن، یک بیت داده، درست؟ خوب دقت کنید، میگه آرایه های ذکر شده در این بیت در کدام گزینه به درستی
معرفی شده. درسته؟ این یه حالتشه. درسته؟ این یه حالتشه. یه حالت هم داریم بچه ها، برمیگرده میگه آقا جان مثلا آرایه های مجاز تشبیه اسلوب معادله تضاد و مثلا استعاره ترتیب قرارگیریشون در ابیات الف ب جیم دال. بسه بچه ها، میگم بهتون اسلوب چیه الان. بسه بچه ها، تست کامل نوشته شد به نظرتون؟ نه نوشته نشد. باری که الان نوشته نشده. چرا نوشته نشده؟ بگید ببینم فهمیدی چرا نوشته نشده؟ نه نه فاطمه صداقت، یه مشکل دیگه هم داره، یکی کمه باری که الله محمد حسین سلطانی. ببین ما 5 تا آرای اون بالا نوشتیم، درسته؟ باید 5 تا بیت اینجا داشته باشیم، درست؟ میگه ترتیب قرارگیری این 5 آرایه در این 5 بیت. حالا تازه بریم سراغ گزینه ها. در کدام گزینه به درستی ذکر شده؟ حالا مثلا گزینه 3 و 4 هم به هم ریخته همینا، درسته؟ خب اینم یه نوع تست آرایه هستش بچه ها، درست شد؟ یه دونه دیگه هم داریم تقریبا مثل همینه. پس این شد نوع 1، این شد نوع 2. حالا نوع 3 ما چیه بچه ها؟ نوع 3 ما چه شکلیه؟ آره همه جا داره، قلمچی غیر قلمچی همه جا داره. نوع 3مون چیه؟ مثل نوع 2 خب از جنس نوع 2 ولی دیگه ترتیب قرارگیری نداره. گفته آقا مثلا مجاز تضاد، مثلا حسامیزی، مثلا تشبیه. دقت کن از جنس نوع 2 اینا، آرایه روبروه، درسته؟ یعنی ما در حالت کلی بچه ها 3 نوع تست آرایه داریم. این یکیشه، شماره 1 رو دارید میبینید بچه ها، درسته؟ یه دونه اینه تست ترتیب قرارگیریه، یه دونه هم که تست آرایه روبروه. اگر بخوایم نامگذاری کنیم از الان با هم بچه ها، این حالت 1 رو، حالت 1 رو چی میذاریم؟ تک بیت، درسته؟ ایشالا به امید خدا. عرشیا جان لطف داری عزیزم، اینو میذاریم حالت تک بیت، درست؟ این رو میذاریم ترتیب قرارگیری، این رو هم میذاریم آرایه روبرو، درست شد؟ ببین بچه ها میدونن برای من دستبندی خیلی مهمه. اون دوستانی که جلسه اول من رو بودن دیدن من یه رب داشتم در مورد انواع تست قرابت معنایی صحبت میکردم. الانم پس بدونید بچه ها، شما این 3 نوع کلی تست رو باید یاد بگیرید. نوع تکرار کنم، من نوع اول چیه؟ نوع اول چیه؟ تک بیت. پریسا جان میگم به جریان چیه، مرسی. نوع اول تک بیت. نوع دوم، نوع دوم چی بود بچه ها؟ نوع دوم چی بود؟ مرسی، ترتیب قرارگیری. باریکلا باریکلا. نوع سوم، نوع سوم بگو بودو بودو بودو، آرایه رو برو. باریکلا به تو، باریکلا. حالا پس نوع سوم آرایه رو برو. هر کدوم اینا روش خاص خودش رو داره. پیش از هر چیز ما باید با یک سری آرایه آشنا بشیم. پریسا میگه آقا مدل دیگه ای هم داره. محمد حسین جان تو گروهاتون سوال بپرسید بهتون میگن آفلاین جلسات همشون از روز اول تا الان موجوده. بدم نیست اگر برید آفلاین جلسه اول من رو ببینید برای قرابت معنایی.
کاملا نظرتون به ادبیات تغییر میکنه. عزیزای من میدونید من این حرفا رو جلسه اول زده بودم، من به بچه ها گفته بودم که در دروس عمومی هیچ درسی اهمیت ادبیات رو نداره. یک آمار بسیار عجیبی گفتم جلسه قبل، برید نگاه کنید، خواهش میکنم تحقیق کنید، الکی هم قبول نکنید. بچه ها گفتم بهتون چند درصد بچه ها ادبیات رو بالای 50-60 زدن؟ دقیق 60. باریکلا الناز. ببین فقط 1% بچه ها، راستشو بخوای عدد دقیق این بود، 0.9%. 1% بچه ها بودن که ادبیات رو تونستن بالای 60 بزنن. حالا تو باید جز اون 1% باشی. اگر اینجا سر کلاس من اگر کاری که بهت میگم انجام بدی، تو باید بشی امیرحسین رستمی، رتبه 1 کشور، دانش آموز پیارسال من از سیرجان. تو باید بشی فائزه قائم دوست، رتبه 3 کشور، دانش آموز زاهدان من بود. باید بشی سالار آزادی، باید بشی فهیمه شریفی، رتبه 9 کشور، رشته انسانی. شما باید بشید اینا اگر کاری که بهت میگم انجام بدی. خوب دقت کن. ببینید عزیزای من، ما باید قبل دیگه صحبت نباشه حواسه من، سلامت باشه کیانوش جان، حواسه من، ما باید اول از همه اینو یاد بگیریم. ما باید هفت گنج آراییمون رو اول از همه بلد باشیم. هفت گنج آراییمون چی هست؟ از نظر من اولویتش هم مهمه ها، به ترتیب اولویت. این نظر نظر شخص منم نیستا، نه فاطمه امیدی زور اومدی سراغ تشبیه، اینم نظر شخص من نیستا، طراحا با این تستا خیلی با این آرایه ها خیلی راحت تر ارتباط میگیرن و خیلی راحت تر گزینه حذف میشه. درست؟ کلاس یه ساعت و نیمه سارا جان. آرایه اول تناقض، آرایه دوم تضاد. من اینا رو یه توضیح سریع میدم همه رو. تناقض، تضاد، به ترتیب اولویت دارم میگم. آرایه سوم حسامیزی، آرایه چهارم تلمیح، آرایه پنجم تضمین، آرایه ششم اسلوب معادله و آرایه هفتم حسن تعلیل. چی شد تخته من رفت؟ حسن تعلیل. خوب دقت کنید بچه ها، الان صدای منو دارید دیگه؟ اشکال نداره صدای منو دارید دیگه؟ بیا، مهم نیست، مهم نیست. خب ببینید بچه ها، در مورد بچه های فنی دارن زحمت میکشن آمادش بکنن. ببینید بچه ها، در مورد این هفت گنج خوب دقت بفرمایید. هفت گنج ما، مرسی مهندس جان، مرسی. هفت گنج ما، اگر یه موس به منم بدید اینجا منم بخوام بچه ها رو خط بیارم بتونم، ممنونت میشم، مرسی. هفت گنج ما با تناقض شروع میشه. کسی هست بدون تناقض چیه؟ مرسی، مرسی، ممنونم، مرسی، مرسی، موسم همینجاست، مرسی، مرسی، مرسی. آه من فقط اینجا دسترسی چیز ندارم. نه ندارم. رو خط بیارم بچه ها رو. مرسی. خب ببینید بچه ها، تناقض و چه اشتراکش با تضاد چیه؟ اینو اول باید به من بگید. وجه اشتراک تناقض با تضاد. نرجس صدا تو بس کردم. محمد رضای عزیز صدات رو بس کردم. نرجس و محمد رضا. محمد رضا سلام. سلام استاد، چطوری حالت خوبه؟ سلامت باشین. صدا بنده میاد؟ محمد رضا سر کلاس عربی خیلی خوب بودی، یاواری کلا. لطف کردید. سلامت باشی، مرسی. خب بگو ببینم، بگو ببینم جانم.
بله بله. تشابه تضاد و تناقض تو چیه؟ ببینید استاد، تضاد و تناقض تشابهشون در همین تضاد دیگه، به قول معروف در اسم هم ما میگیم دیگه. مثلا اگر بگیم صبح و شب، روز و شب، چه میدونم مثلا بگیم عمیق و بالا، چه میدونم پست و بلند، اینا همش وجه اشتراکش توی این مدل، این مدل تست. پس من دنبال اینم که شما من بگید ببینم که معنیشون یکی نیست. جفتشون دو امر ضد وجود داره. مرسی علی گفت، علی گفت، علی بدیعیان گفت، درست شد؟ بله. یعنی در جفتشون دو تا امر ضد وجود دارد، درسته؟ بله استاد. خب حالا بگو ببینم تفاوت تضاد و تناقض چیه که اصلا در واقع اصل توضیح تضاد و تناقض رو ساخته. خب استاد ببینید، یکیش در معنیه، یکیش در میگن خود کلمه است. نمیدونم دقیقا چجوری منظورم رو برسونم. ببین من راحت‌تر بهتون بگم. ببین پس محمد رضا گفتش که تشابه تضاد و تناقض تو اینه که جفتشون دوتا امر ضد رو دارن، درسته؟ بله بله. این از این. حالا تفاوتشون تو چیه؟ بچه من رو نگاه کنید خوب، حواستان من چطرم و حالا توسی در آوردم و حواستون باشه. در تضاد این دو امر ضد بر دو شخص مختلف سواره. ببین من فقیرم تو غنی، درست شد؟ این تضاد یا تناقض به نظرتون بچه ها؟ این تضاد یا تناقضه؟ مرسی باری کلا به شما، تضاده، درست؟ فقیر و غنی. آها، یه نفر فقیره یه نفر دیگه غنیه، درسته؟ بله. یه نفر پیره یه نفر دیگه جوانه. بچه ها اینجور بهتون بگم، راحتی بگم تا آخر یادتون بمونه، در تضاد ما امر محال نداریم. امر محال چیه؟ تناقضه. امر محال
در خبر تلخ تلمی هم که میدونی چیه دیگه، اشاره به داستان، حدیث، مثل قرآنی، آیه و اشاره کنه. تضمین که خب این آیه و حدیث رو بیاره، مثل مثلا چشم حافظ زیر بام قصران حوری سر شیوه جنات تجریم تحت الانهار داشت، این آیه رو اینجا ذکر کرده مهدی جان. اما اسلوب معادله تضمین و اسلوب این آیه حدیث شعر کسی رو بیاره میشه تضمین. اسلوب معادله، اسلوب معادله رو خوب دقت کنید بچه ها، اسلوب معادله بین دو مصرع یک بیت حاکمه. یعنی چی؟ یعنی زمانی که دو مصرع یک بیت از نظر ظاهری، مرسی هستی جان، ارتباطی به هم ندارند، اما مصرع دوم نمونه و مثالی واسه مصرع اول. بچه ها دقت کنید، دقت کنید، مصرع دوم نمونه و مثالی برای مصرع اول آنتون نکنه، تموم نباشه براتون. میدونید من چی میگم؟ من این رو هم بهش اضافه میکنم. استقلال معنایی و دستوری مصرع‌ها، یعنی مصرع‌ها باید استقلال معنایی و دستوری داشته باشن. یعنی توی شنونده وقتی مصرع اول رو میشنوی جمله تموم شده باشه واسد و منتظر ادامه کلام نباشی. درست شد؟ اینو دقت کن. حسن تعلیل چیه؟ حسن تعلیل آوردن دلیل غیر واقعی، الزاماً هم نباید ادبی و شاعرانه باشه ها، دلیل غیر واقعی باشه کفایت میکنه تخیل. برای اتفاق واقعی. بچه ها دقت کنید، خیلی ها به این موضوع توجه نمی کنن، اتفاقه باید واقعی باشه ها. ببین، نه این که من برگردم بگم میدونی من چرا هر شب به گرد ماه میگردم، چون رخ تو رو تو ماه میبینم. این الان حسن تعلیل بود یا نه؟ نبود باری کلا. چرا؟ چون اتفاق واقعی نیفتاده، من واقعا هر روز به گرد ماه نمیگردم. درسته؟ اما اگه برگردم بگم میدونی چرا هر شب به ماه نگاه میکنم؟ چون رخ تو رو تو ماه میبینم. این اتفاق واقعیه، میتونم تو ماه نگاه کنم تو رو ببینم. درست شد؟ ببین، پس این موضوع رو دقت داشته باشید. مثال بزنم واسه حسن تعلیل، مثلا برمیگرده میگه که چرا موات مشکی شده؟ دقت کن، اتفاق طبیعیه دیگه، حالا رنگ موهاش اینجوریه، ژنتیکه، چه میدونم رنگ موهت ان 10 گذاشته، چه میدونم حالا مشکی شده دیگه. حالا ان 10 بود یا ان 1 بود؟ ببخشید من یه ذره تو یه صفرش اشتباه دارم میکنم، نمیدونم، ببخشید. حالا فاطمه جواب داد، علی تو چی میگی؟ تو چرا داری جواب میدی؟ تو هم مگه رنگ میکنی آخه تو داری جواب میدی علی؟ ای بابا. خب دقت کنید، من به ریال گفتم، گفتم انده، منظورم اون ان یک بوده. خب ببینید، برمیگره میگه که تا چشم تو ریخت خون عشاق، زلف تو گرفت رنگ ماتم. میگه چرا موات مشکی شده؟ میگه خیلیا بودن که از زیبایی چشمان تو مردن، موهات برای اونا لباس عزا بر تن کرده. دقت کردیم؟ خیلی منم یه مثال بزنم، مردن موهات لباس عزا تنگ کرده. درست شد؟ این حسن تعلیله. آره هستی جان. حالا دخترها خیلی به خودتون نگیرید، حالا شعره، حالا خیلی جدی نگیرید قضیه رو، یه چیزی گفت ولش کن. استاد اسخای میکنم جانم، منم یه مثال بزنم. بفرمایید. مثلا رسم بد عهدی ایام، چو دید ابر بهار، گریهش بر سمن و سنبل و نسرین آمد. باریکلا، ببین بهار عادی بارون میاد، ولی اینجا چی گفته؟ میگه اصلا بخاطر رسم بد عهدی ایامه که داره گریه میکنه. دقیقا. دقت کردین؟ خب خیلی خب،
دقت داشته باشید، دقت داشته باشید، من چت ها رو مجدد مجبورم به حالت خصوصی برگردونم متاسفانه، چون بعضی مراعات نمی کردم. خیلی خوب، بریم سراغ تستا. محمد رضا جان من فعلا ازت تشکر میکنم عزیزم، خیلی لطف کردی، مرسی مرسی مرسی. خوب دقت داشته باشید، بریم سراغ تست تک بیت. ببینیم چه ایده ای واسه زدن تست تک بیت داریم. حواسای من جلسه‌مون در واقع از الان شروع شد. حواسای من دقت کنید بچه ها، خیلی خوب، تمومه؟ دقت کنید بچه ها. ببینید عزیزای من، برای زدن تست نوع اول، تست تک بیت، دقت داشته باشید، برای زدن تست تک بیت بچه ها، خیلی ها میگن آقا میایم خب گزینه ها رو نگاه میکنیم چیز میکنیم، این بزرگترین اشتباهه بچه ها. برای زدن تست تک بیت بهترین کار این هستش که شما چیکار کنید، شما بیاید، خوب دقت کنید چی بهتون میگم، دست بذارید رو گزینه ها، انگار گزینه‌ای وجود نداره. آقا انگار گزینه‌ای وجود نداره، بیا من اصلا گزینه ها رو پاک کردم. بیت رو میخونید، یه دونه آرایه برای من در صورت سوال پیدا میکنید. خوب دقت کنید چی دارم بهتون میگم، بیت رو میخونید، یه دونه آرایه پیدا میکنید. مثلا دارم بهتون میگم داری میخونی، مثلا میگه که پیر از او گردد جوان، غمخوار از او یابد طرب، زو قوی گردد ضعیف و زو غنی گردد فقیر. یه دونه تضاد دیدی، درسته؟ الان لحظه ای که باید دست تو از گزینه ها برداری، میبینی بله مثلا یه دونه تضاد اینجا نوشته، یه دونه تضاد اینجا نوشته. توجه میکنی؟ خوب دقت کنین چی دارم بهتون میگم. الان میخوایم با هم تست بزنیم، میخوایم با هم تست بزنیم، دقت کن. ببین این به معنای، الان رو مثال توضیح میدم فاطمه جان، این به معنای حذف گزینه 1 و 4 نیستا. ما تو تست نوع 1 بچه ها دنبال حذف نیستیم. نه فاطمه امیدی، دنبال حذف نیستیم. لیلا دنبال حذف نیستیم. تو تست نوع 1 میریم که به جواب برسیم. حذف واسه کجاست؟ حذف واسه تست نوع 2، برای تست نوع 3. فهمیدی؟ خوب دقت کن. الان انتخاب هامون بین 2 و 3 محدود شد. درست؟ خوب دقت کنید ببینید چی بهتون میگم. بیایید اینجا راهی که بهتون گفتم و انجام میدید. حواسا جمع. به روز تیره، سوال 1 حواسا جمع. به روز تیره، کسی هم هم نمی کنه. آقا بیا اینم گزینه ها پاک، گزینه انگار وجود نداره. حواسا جمع. به روز تیره ما صبح، شکر خنده ها دارد، نمی داند که این شادی دم دیگر نمی ماند. یه دونه آین باری کلا به شما ها. نظر اکثریت باری کلا بلا. من دارم می بینم ها. نظر اکثریت روی پارادوکسه. مرسی، عالیه. من دستم رو از گزینه ها بر میدارم. بیا اینم گزینه ها بگید ببینم بچه ها. اول بگید پارادوکستون کو؟ اوکی ماره؟ پارادوکستون کو؟ مرسی. آره روز تیره، باریکالا پارادوکس، روز تیره. مرسی، این پارادوکس ما. آقا کدوم گزینه ها پارادوکس داره؟ 3 داره، 4 داره. من الان گزینه 1 و 2 رو حذف نمی کنم، دقت کن، میخوام تمرکز کنم روی گزینه 3 و 4. بچه ها الان بهترین کار میدونید چیه؟ الان بهترین کار دعوا انداختن بین گزینه 1 و بین گزینه 3 و 4. روی حسامیزی نمیتونید کار کنید چون جفتش مشترکه. بیایید اینجا
بیایید اینجا مثلا این رو بیایید پیدا کنیم، تشبیه. تشبیه ببینید داره یا نداره، تشبیه ببینید داره یا نداره، تشبیه داریم یا نداریم؟ باری کلا به شما ها، باری کلا، باری کلا. یه نفری دم نوشته بود احسن، داره داره داره. اینهاش شکرخنده، درسته؟ شکرخنده چه تشبیهیه؟ اضافه تشبیهیه دیگه، درسته؟ باری کلا، فشرده از نوع اضافه تشبیه. اینا رو دونه دونه بهتون میگم ها، انواع تشبیه، انواع استعاره، همه رو بهتون میگم. باری کلا، شکرخنده یعنی خنده مثل شکر میمونه. تشبیه داره. بیایید رو چهار کار کنیم. حسامیزیش کو؟ حسامیزیش کو؟ حسامیزی؟ خود شکرخنده یعنی خنده شکرین، خنده رو شما میبینید یا میشنوید، شکر چشایی شد حسامیزی. پس تشبیهش که در اومد، حسامیزیش هم که در اومد، پارادوکسش هم که خودتون گفتید. یه استعاره مشخص کنید واسم دیگه، یه استعاره مشخص کنید دیگه. باریکلا روز، باریکلا. بچه ها استعاره چجوری به وجود میاد؟ استعاره چجوری به وجود میاد؟ نگاه کن اینجا رو. استعاره سه حالت داری. استعاره مصرحه و مکنیه. مکنیش میشه اضافی، غیر اضافی. خوب دقت کن. مصرحه چیه؟ بگو ببینم. مصرحه چیه؟ مصرحه خیلی تابلوه. اسم در غیر معنی اصلی. مثلا میگه بوتی دارم که گرد گلد سنبول سایبان دارد. مرسی. یه دونه مشبه به خالیه. اضافیش چیه؟ که اون در واقع اسم دیگه. مثلا فکر کن میگه خنده شب. الان این ترکیب اضافی هست یا نه؟ ببینم. اضافه معمولی، اضافه تعلقیه. خود خود خنده متعلق به شبه بچه ها؟ خود خنده متعلق به شبه؟ نه. بگید ببینم شب شبیه خنده است؟ اضافه تشبیهیه؟ نه. باریکلا. پس من میام میگم که آقا جان شب مثلا استعاره از کسی که میخنده، مثلا استعاره از انسان. درست شد؟ غیر اضافیش چیه؟ غیر اضافیش هم که همون در صورت تشخیص ایجاد میشه. پس استعاره سه حالت شد. حالت اول یک اس در غیر معنی. ببین خیلی سری دارم استعاره رو بهت میگم. دیدم بچه ها میگفتن آقا استعاره برای ما سخته. درست؟ یه اس در غیر معنی اصلی ببینی استعاره است. حالت دوم اضافه استعاری. حالت سوم تشخیص. الان شما چی میبینید تو بیت سوال یک؟ میدارم براتون آفلاین، نگران نباشید. فایل تابلو حل شده، همه رو میذاریم واسهتون. بگو ببینم الان چه نوع استعاره ای دیدی اینجا؟ 1 2 3 کدومش بود؟ باری کلا به شما، باری کلا، باری کلا، باری کلا. جواب گزینه 4. یکو هست کنم ببینم. یک برای چی هست شه؟ یک واسه چی هست شه؟ یکو برای چی هست بکنیم؟ باری کلا. مجاز نداره، تضاد نداره. این مجاز زد سرم هست کرد. خب دو هم که به خاطر در واقع ایهامش هست شد. خیلی عالی، خیلی عالی. باریکلا، باریکلا. ببینم تست 4 رو خودتون میتونید بزنید بچه ها. تست 4 رو دوست دارم خودتون بزنید. من گزینه های تست 4 رو حذف کردم. من گزینه های تست 4 رو حذف کردم. بیا این بیت تست 4 ببینم چیکار میکنید. ببینم چیکار میکنید تست 4 رو. اول یه دونه آرایه پیدا کنید ببینم. یه دونه آرایه پیدا کنید ببینم بچه ها. باری کلا، باری کلا، باری کلا. خدایی فکرشو نمیکردم بتونید به این سرعت بگید. باری کلا. حسن تعلیل، درود بر شما. کدوم گزینه ها حسن تعلیل داره؟ کدوم گزینه ها عرشی ها حسن تعلیل داره؟ درود. باریکلا.
حسن تعلیل، حسن تعلیل. ببین روش درست باشه شما محکوم به اینید که به جواب برسید، روش درست باشه شما باید به جواب برسید. باریکلا، حسن تعلیل. بین دو و چهار بیایید دعوا بندازیم، بین دو و چهار باید دعوا بندازیم بچه ها. این خوبه؟ بریم سراغ چی؟ بریم سراغ جناس، جناس، جناس. باریکلا، جناس ببینید داره؟ جناس ببینید داره؟ باریکلا، چه بچه های خوبی داریم ما اینجا. باریکلا، جناس نداره، جناس نداره. چهار حذف شد. برو رو دو، دو رو بیا اثبات کنیم، دو رو بیا اثبات کنیم. کنایت کو، کنایت کو، کنایت کو. خنده خونین، درود بر شما، درود بر شما. این از کنایم. باریکلا، استعارت کو، باریکلا. قنچه تشخیص داریم، قنچه خندان تو، استعاره از مثلا لبان تو، درست شد؟ اینم از استعارت. تشخیصم که گفتیم دیگه، تشخیصم داره دیگه، درسته؟ همون قنچه خندانم تشخیصشه. جواب گزینه درود. باریکلا، خیلی خوبید شماها، خیلی خوبید. ببینم چهار که فهمیدیم چرا هست، یکو هست کن ببینم، یکو هست کن ببینم، یک برای چی هست میشه؟ درود، مرسی. یک به خاطر تناقض حذفه. سه برای چی هست شه؟ ببینید باید حذف کنیم بعدش. سه برای چی هست شه؟ کلاس تا شیش و ربه، کلاس تا شیش و ربه. سه ایام تناسب نداریم، تشبیه نداریم. مرسی، مرسی، خیلی خوب، خیلی خوب. باریکلا، باریکلا به شما، خیلی راضیم ازتون. میخوام برم سراغ این، میخوام برم سراغ این. خوب دقت کنید، خوب دقت کنید. بسیار این دوتا تست رو خوب برای من جواب دادید، خیلی خوش آمد. بچه نیم ساعت فرصت داریم، میخوایم همه تست ها رو با هم بزنیم. حسن تعلیلش تو چی بود؟ حسن تعلیلش تو چی بود بچه ها؟ بگید ببینم. میگه چرا در پوسته، چون مثلا خنده خونین داره، چون خجله. دلیل غیر واقعی برای پوست پستمون خنده خونینش آورده. باریکلا بچه ها، میخوام برم سراغ این، میخوام برم تست ترتیب قرارگیری. خوب دقت کنید بچه ها، در مورد تست ترتیب قرارگیری خوب دقت داشته باشید بچه ها. توی تست ترتیب قرارگیری، حواسای من دیگه، حواسای من دیگه، سلامت باشی محمد صالح جان، سلامت باشی. مطمئن باش ببین، من یه کاری میکنم همه تون امروز تست زن آرایه میشید، همه تون در سطح آموزش آرایه رو یاد میگیرید، مطمئن باشی. خوب دقت کنید. حالا در مورد، مرسی مرسی، در مورد تست نوع دوم ترتیب قرارگیری، ببینید چی کار باید بکنید بچه. در مورد تست ترتیب قرارگیری بچه ها، ما باید بیایم اینجا اصل هفت گنجی که یاد گرفتیم اینجاست. خوب دقت کنید. ببینید بعضی ها میان شروع میکنن بیت ها رو خوندن، نگاه کن ببین، بیا مثلا این تست شماره 3. خب بعضی ها میان مثلا الف رو میخونن ببینن چی داره، ب رو میخونن ببینن چی داره، جیم، دال. این ببین بزرگترین اشتباه، مثلا تست 5. خوب دقت کن، خوب دقت کنید بچه ها، حواسای من باشه لطفا، حواسای من باشه لطفا. بعضی از دوستان یه مقدار دارن کم لطفی میکنند و نظرشون این هستش که مثلا با یه روش دیگه‌ای بریم جلو شاید بهتر باشه. روش همه محترمه و به عقیده من بهترین روش، روشیه که بچه‌ها
طراح تعیین میکنه. ببینید باید ببینیم ما طراح چی میگه. باریکلا باریکلا، مرسی ماریا جان، ممنونم ازت. بریم ببینم تو اینجا میایم چیکار میکنیم. اینجا هفت گنج رو باید لحاظ بکنیم، درست شد؟ میایم هفت گنج رو در نظر میگیریم. خب در صورت سوال بهترین آرایه رو انتخاب کنیم. گزینه ها رو فعلا مهدی جان نگاه نمی کنیم. خب گزینه ها رو نگاه نمی کنیم، میایم صورت سوال رو نگاه می کنیم. خوب دقت کنید بچه ها، میایم صورت سوال رو نگاه می کنیم. حواسا جمع. الان بچه ها مثلا تو این تست فرضی که من کشیدم، بهترین آرایه طبق اولویت هفت گنجمون صورت سوال بهترینش کدوم بود؟ تضاد. باریکلا. به هم بگید ببینم تضاد چندمین آرایه صورت سوالمه، عدد باید بگی یا نه 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 تو اولویت های خودمون نه، در صورت سوال پرسیدم. آهان، چهارمیه، ناکن یک دو سه چهار پنج، درسته؟ تضاد چهارمین آرایه صورت سواله. یعنی چی کار میکنی؟ یعنی میای اینجا، درست شد؟ مثلا یک گفته الف، دو گفته ه، سه گفته ه، چهار گفته جیم، درست شد؟ میای اینجا این کارو میکنی، نگاه میکنی گزینه هات چه بیتی و معرفی کردن واسه اون آرایه. فهمیدی چی بهت گفتم؟ الان بگید ببینم الان منطقیه که از کدوم بیت من شروع کنم. آهان، باریکلا، اهه. چرا؟ چون تکراریه، چون تکراریه. نگاه کن دو تا ه داریم، درست شد؟ چون تکراریه، ه رو میرم میخونم، به احتمال بسیار زیاد داره، چون تکراریه، نه اینکه ما شانس آورده باشیم. اگر خب نداشته باشه یه جا دو تا گزینه هست میشه، طراح معمولا نمیذاره ما اینقدر خوش به حالمون بشه، درست؟ بیا اینجا ببینم چیکار میکنی. بیا اینجا بریم رو تست واقعی، بریم رو تست واقعی. آرایه های تشبیه، استعاره، حسامیزی و ایهام تناسب. بچه ها برترین آرایه صورت سوال کدومه؟ حسامیزی. باریکلا. حسامیزی چندمین آرایه صورت سوال منه؟ سومی. باریکلا. یعنی سومین آرایه ها رو میایم مشخص میکنیم. دال جیم ب دال، درسته؟ دال جیم ب دال. الان اولویت با خوندن چیه؟ دال. دال رو بخونید ببینید حسامیزی داره کجا. تاب نگاه گرم سایه سایه پروردی که گردد آفتاب چهره از گلگشت مهتابش. داریم؟ باریکلا، باریکلا داره. بچه‌ها یه نگاه به جیم و ببندازید، یه نگاه به جیم و ببندازید ببینم جیم رو نگاه کنید ببینید که داره یا نداره حسامیزی. این نگاه گرم حسامیزی دال بود، درسته؟ یه نگاه بندازید الف داره جیم و به ناله نی را صد تنگ شکر در آستین، بند بندش گر پر از شکر نباشد گو مباش. به داره یا نداره؟ باریکلا، باریکلا. پس سه حذف دو. جیم ببین داره یا نداره؟ چرا از دست میرفتم؟ چرا بیمار میبودم؟ اگر میبود بر بالین من سیب زنختانش. داره؟ نداره. کل دو هم هست. آقا ادعا کرده بود که جیمو به استامیزی داره که داشت، نداشت. کل دو سه هست، درست شد؟ خب بیایم حالا بررسی کنیم ببینیم دیگه سراغ چه آرایه‌ای بریم، دیگه سراغ چه آرایه‌ای بریم. بچه ها نظر اکثریت چیه؟ اکثریت تشبیه رو دارن میگن. بریم سراغ تشبیه. تشبیه اولیه، پس یک میگه ب، چهار میگه الف، درست شد؟ ب و الف ببین کدومش تشبیه داره. باریکلا، باریکلا، درود بر شما. ببین ب داره یا نه؟
بداره؟ احسن، باریکلا. جواب گزینه چهار، عالی عالی، باریکلا باریکلا. بچه دوست دارم تست پنج رو خودتون جواب بدید، ببینم چیکار میکنید تست پنج رو، ببینم تست پنج رو چیکار میکنید، از چی شروع میکنید تست پنج رو؟ سلامت باشی یاسم اینجا، خوبه حسد علی، خوبه از حسد علی شروع کنید. خوبه؟ گفتید از حسن تعلی شروع میکنیم. خب حسن تعلی چندومی بود بچه ها؟ چارومی. به دال، به دال. به به، چه چیدمان قشنگی. خب به حسن تعلی داره یا دال؟ به حسن تعلی داره یا دال؟ به رو بخونیم. اگر جمال تو با عاشقان کرشمه نکرد، ز بهر چه شر آشوب از جهان برخاست. باریکلا باریکلا. به داره، ببین اتفاق واقعی رخ داده، دلیل غیر واقعی آورده، میگه شر آشوبی از جهان برخاسته. درست شد؟ شر و آشوب، این اتفاق واقعی، درست؟ این اتفاق واقعی ماه، درست شد؟ بعد دلیل غیر واقعیش چیه؟ دلیل غیر واقعیش چیه بچه ها؟ میگه مثلا جمال تو با عاشقان کرشمه کرده. حالا دال رو بخونیم، دال رو بخونیم. به غمزه گر نره بودی دل همه عالم، ز عشق تو دل جمله جهان چرا شهید است. اینم داره، چه جالب، دل جهان شیدای تو غمزه کردی. تیرمون به سنگ خورد بچه ها، جفتش داشت، جفتش داشت، داشت که داشت. برو ادامه بده، بریم سراغ چی؟ برو سراغ چی؟ تشبیه خوبه، تشبیه عالیه، تشبیه اولیه. تشبیه الف جیم، تشبیه الف جیم. الف ببین تشبیه داره؟ به قامت خوش خوبان نگاه میکنم، لباس راست تو دیدم به قد هر یک راست. الف داره به نظرتون؟ نداره، باریکلا نداره الف. کل گزینه یک و دو هست رو. تشبیه جیم کو برام پیدا کنید ببینم، تشبیه جیم کو. باریکلا نگار نور دیده ما، تازه تازه یه دونه دیگه هم اینجا داریم، پیک نظر اضافه تشبیهیه، بعد نگار نور دیده ماه، درست شد؟ باریکلا. جواب یا سه یا چهار، یا سه یا چهار. درود بر شما، برید ببینم ادامهشو، برید ببینم چیکار میکنید، برید ببینم. مجاز ایهام، کدوم رو عطرید؟ مجاز خوبه، برو مجاز، باریکلا. مجاز دال ب، دال مجاز داره یا ب؟ آفرین آفرین. مجازش تو چیه؟ جهان عالم مجاز از مردم. باریکلا به شما، باریکلا. یکی از دوستان میگفت چیکار آقا، چرا هی میگی باریکلا، چرا اینقدر داری تعریف میکنی؟ بابا این قشنگی دارید تست میزنید دیگه، از این بهتر میخوای تست بزنی؟ جواب گزینه یه سه. خیلی خوبید شما، خیلی خوبید، باریکلا آفرین آفرین. خب تست شیش رو خودتون بزنید ببینم. الان بهت یاد میدم فاطمه جان، الان بهت یاد میدم. لف و نش فقط تناسب جفت جفته. آتنا جان لف و نش یه دقیقه نزنید تستو بچه ها، یه دقیقه تستو نزنید. لف و نش تناسب جفت جفته. نگاه کن،
نگاه کن، مثلا برمیگرده میگه چی؟ برمیگرده میگه که فرض بفرمایید که افروختن و سوختن و جام دریدن، پروانه زمن، شم زمن، گل زمن آموخت. الان نگاه کن اینجا، خوب دقت کنی، سوالتون هم جواب میدم، سوالتو جواب میدم آرمیده جان، یه ذره تأمل داشته باشید، سوالا رو همه رو جواب میدم. خوب دقت کنید بچه ها، الان نگاه کنید، افروختن، سوختن، جامه دریدن، اینا بهش میگیم لفه یک، لفه دو، لفه سه. خب یعنی کلمات ابتدایی ما میشن لفای ما. افروختن کاری کیه؟ باری کلا تناسب داره با هم. افروختن کاری کیه؟ سوزوندن کاری کیه؟ شم. پس نشر یک اینه. کی میسوزه؟ سوختن، باری کلا دو، اینم که سه، این مثلا میشه لف و نشر نامرتب، درست؟ اینو نگاه کنی، چه باید نازش و نالش بر اقبالی و ادباری. مثل دوش کاری ندارم، کتاب بر همزنی دیده، نه این بینی نه آن بینی. بچه یه لف و نشر پیدا کنید ببینم. فاطمه رضایی نگران نباش، باریکلا، نازش و نالش لف یک، لف دو. حالا بگه به چی مینازی؟ نشر یک، نشر دو، این میشه لف و نشر. ولی بازم همچی احتیاجی بهش ندارید. برید تست 6 ببینم، فقط بگیرم از چی شروع میکنید؟ تست 6. مرسی، باریکلا. آره مهدی، اون بیت هم میگم برات. تناقض، تناقض شروع کنم ببینم چیکار میکنی. از تناقض شروع کردیم. خب خودتون به جواب برسید، جوابو فعلا نگید، اصلا نگید چی کار دارید میکنید، تهش جواب رو اصلا مشخص کنید. نمیتونم من این بزرگترش کنم دیگه عزیزم، میزنه از کادر بیرون. باشه فاطمه محمدی جان، ببینم تهش جواب رو چی اعلام میکنید واسه من، ببینم چی کار میکنید. من چت رو حالت خصوصی در میارم. برو آیناز جان، من یه بار پاک میکنم، جوابتون رو بفرستید ببینم به این صورت. باریکلا بابا، دمتون گرم، دمتون گرم، آفرین آفرین. یه نفر بیاد بالا برای من توضیح بده ببینم، کی درخواست میده بیاد بالا؟ باریکلا خانم صداقت، صدا تو بس برم. سلام، صدای منو داری؟ سلام، صدای شما رو دارم. خب الان طبق اون هفت گنج گفتیم که با تناقض شروع میکنیم. تناقض تو الف و دال که الف رو نگاه کردم دیدم تناقض نداره، خب با دال پیش رفتم. آره دال میگیم که توانایی و ناتوانی، اینجا خب میشه تناقض ما. بعد حالا تواناییش در ناتوانی بود، تناقض داریم جواب یا سه یا چهاره. بعد تناقض سراغ چی رفتی؟
نگاه میکنم تو گزینه 3 و 4 دال ه جیم پشت سرم، پس نمیخواد ه و جیم رو دیگه بررسی کنم. داری کلا یعنی اغراق و مجاز به دردمون نمیخوره. بعد لفونش رو خب چون برای من سخت بود با ایهام رفتم، گفتم الف و ب باید برم ایهام رو پیدا کنم و خب بعد دیگه داخل گزینه الف ما ایهام رو پیدا میکنیم. کو؟ من شراب رو گرفتم، ممکنه اشتباه کرده باشم ولی خب من دیگه میشه میشه. ببین البته خیلی واژه راحت تری وجود داشت. با لفانش برو ببینم، با لفانش برو ببینم چیکار میکنی. لفانش خیلی راحت تره، مبینم داره میگه لفانش راحت تره. باشه خب ما باید الان الف و ب رو پیش ببریم. خب الف ما راز خیال تو چه پروای شربه هست هم گوسر خود گیر که خم خواهد. خب آره میتونیم، آره بیایم بگیم. خب خیال میتونیم بگیم که سر خود خیال و سر خود گیر شراب و خانه خراب بودن، میتونیم اینو بگیم؟ نداره. خب نداره. نمیدونم پس اشتباه دارن بچه ها بهت کمک میکنن. زلف سیاه و شب، زلف سیاه با شب، آها ماه روی مهتاب. ببین لف یک، خب مگه ماه لف دو هم بگیریم. نشر دو، نشر یک. جواب ببری خیلی خوش آمد، انقدر قشنگ اعلام کردید به شما، خیلی عالی بود، خیلی خوب بودید. یعنی واقعا اصلا تصور نمی کردم که انقدر راحت بتونید جواب رو اعلام بکنید. یعنی واقعا خداییش من اصلا همچین تصوری نداشتم بتونید انقدر خوب جواب رو اعلام بکنید. مرسی مرسی علی جان. نه لفونش واسه انسانی هست. مرسی خانم صداقت، ممنونم ازت. خب بیایم اینجا بچه این تست رو نگاه کنید، این تست رو نگاه کنید. یادتونه بهتون گفتم که این تست 3 از جنس تست 2ه؟ یادتونه بهتون چی گفتم؟ گفتم چی؟ گفتم که بچه تست 2 و 3، تست نوع دوم و نوع سوم از همون هفت گنج باید یه همچین کاری انجام بدیم، از برترین آرایه ها بیاییم استفاده بکنیم. درست شد؟ نگاه کنید بچه ها، اینجا هم از بهترین آرایه هایی که اینجا نوشته باید شروع کنیم گزینمون رو. خب الان تست دو رو نگاه کنید بچه ها. میگه آرایه های مقابل کدام دو بیت کاملا درست است؟ از کدوم پرانتز شروع کنیم بچه ها؟ باریکلا از کدوم پرانتز شروع کنیم؟ یک خوبه، نه چون یکه ها، چون آرایه های خوبی جلوش ذکر شده. درسته؟ آرایه های خوبی جلوش ذکر شده. خب کی میاد بالا؟ عرشی ها صدات رو وصل کردم. عرشی ها صدات رو وصل کردم. سلام عرشی خانم، صدات کن. فاطمه زاره صدات رو وصل کردم. صدای من میاد؟ صحبت کن. سلام فاطمه جان. سلام. سلام استاد. سلام عرشیا. سلام فاطمه. خب صداتون رو بس کردم. خب عرشیا از الف شروع کن ببینم اسلوب معادله داریم. الف ببین اسلوب معادله داریم. اسلوب معادله از الف. جام شراب مرهم دلهای خسته است، خورشید مومیای ما شکسته است،
خب آقا گفتیم که اسلوب و معادله یعنی مصرهای دوم نمونهی باشه برای مصرهای اول که فکر کنم اسلوب و معادله داشته باشه. یه چیزی گفتم بهت در مورد اسلوب، چیز مهم گفتم. چی گفتم؟ بل. اینو نها کن ببین چی گفتم. بل. استقلال معنایی و دستوری مصرها. ببینی؟ استقلال بله. معنایی و دستوری مصرها رو گفتم. الان نگاه کن، الان تو این تست که داریم میزنیم، الان تو این تستی که داریم میزنیم این اتفاق افتاده. نگاه کن، جام شراب مرهم دلهای بله. خسته است. نگاه کن جمله تموم شد. بله. میتونم بگم همان طور که خورشید مومیایی ماه شکسته است، مساوی میگیره به دو مصرع. درسته؟ بله. بسیار عالی، بسیار عالی. خب اسلوب معادله داریم، تشبیهش هم بررسی کنم. این داریم بله. جام شراب مرهم دلهای خسته است، خورشید مومیایی ما شکسته است. فکر نکنم آقا تشبیه رو، حالا من تشخیص نمیدم شدم داشته باشه، ولی از ما تشبیه داریم نداریم؟ نه اسلوب مریم بله فکر کنم برای همه هستش. اینا بچه ها همه دارن میگن داریم. اینا کن جام شراب، شراب بله داریم، مشبه است. مرهم دلهای خسته مشبه است. بله داریم، بله آقا داریم. درسته؟ تشبیه اسنادی بله دونه, دونه دونه میگم. خورشید، نگاه کن اینم یه تشبیه دیگه. نگاه کن خورشید، خورشید مومیایی هم داره. خورشید مشبه، مومیایی ماه شکسته مشبه اون بده. درسته؟ آقا بله آقا پس درسته. پس میای ب و دال رو بررسی میکنی. بله درست شد؟ بله آقا ب و دال گفته گرگ. ب رو بیا بخون ببینیم جناس داریم. گفته گرگ گوشای دل تفنگ نغمه چنگ است، سهیل سیب زنختان شراب گل رنگ است. خب میگه بله آقا تنگ و چنگ میتونه جناس داشته باشه. باری کلا تنگ و چنگ، دل تنگ نغمه چنگ. آقا چنگ جناسمون در اومد، در اومد جناسمون در اومد. تشبیه رو بگرید ببینم. تشبیه هم میتونه داشته باشه آقا فکر کنم. باری کلا شراب اینها عین قبلیه. مثلا بله. دوم بچه‌ها دارن می‌نویسن ماریا نوشت واسم. باری کلا نگاه کن کتا رو کاش که عمومی می‌کرد. ببین بعضیا متاسفانه رعایت نمی‌کنن. من به حرمت این کار رو می‌کنم، محروم باشه. من این کار رو می‌کنم به خاطر فرمایش شما، ولی بعضی خب متاسفانه رعایت نمی‌کنن دیگه. خب سهیل سیب زنختان شراب گل نکن. الان نکن این میشه مشبهت، این میشه مشبهم بهت. بچه این فعل اسنادیه خیلی کمکتون میکنه برای تشبیه. جواب گزینه یک. دو رو هست کن ببینم دال مشکلش چیه. بچه ها دال میگه که پیش ما دشنام جانان از شک شیرین تر از روح تلخ بحر، روی تلخ بحر از آب گوهر شیرین تر از حس آمیزی داره. حسامیزی که داره، ولی ایام تناسب رو نه. ایام تناسب نداره. نداره. درست شد؟ بله. احسن. احسن. بچه ها این دلیل احسن احسن گفتنای من اصلش میدونید برای چیه؟ اصلش میدونید برای چیه؟ یه چیز بهتون بگم حال کنید. تا الان داشتید چی کار میکردید؟ یه چیز بهتون بگم. تمام تست هایی که زدید سراسری 99 وای بله آقای عمر رضا خان یاوتی بله جدا تمام تست هایی که تا الان زدید از بله آرمین جان از مونتا درآورده بودیم فیلترش کردیم 99 همه رو از مونتا در آوردیم 99 رو سراسری 99. عالی استاد عالی عالی شمایید. دم شما گرم. دم شما گرم. خب خدا رو شکر، خدا رو شکر که تونستید این کار رو انجام بدین. سلامت باشی، سلامت باشی. ولی باید کار بکنیم و بچه ها
باید تمرین داشته باشیم ها. سلامت باشین. راه که درست باشه بچه ها استاد ببخشید باید به جواب برسید وقتی روش درست باشه. حالا دونه دونه اینا رو با هم کار میکنیم. مینا جان میخوای دستو بیار بالا؟ بیا بالا سوال بپرس من جواب بدم واسه تو بچه‌ها. استاد ببخشید یه خانم صفایی مثل که نوشته بودن ایام تناسب رو توضیح بدید اگر ایام میشه. تناسب زمانیه که مینا جان سوال تو ببخش من دستا رو آوردم پایین. اگر میخوای یه بار دیگه دستو بر بالا من واسه کنم بیای صحبت کنی. ایام تناسب چجوریه بچه ها؟ خوب دقت کنید. ایام تناسب اونجاییه خوب دقت کن که یه واژه ایهام داره. ایهام یعنی چی؟ یعنی دو معنی داره. خب اما برای یکی از دو معنیش متناسبی وجود داره. نگاه کنید مثلا دقت کنید برمیگرده میگه که مثلا فرض بفرمایید که مثلا خورشید مه بیا ناکن چون شبنم افتاده بودم پیش آفتاب مهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم. الان نگاه کنید بچه ها اینجا مهر کلمه ایهامی ماه. یکیش به معنای خورشید باریکالله، یکیش به معنای محبت، درسته؟ الان تا اینجاش که ایهامه دیگه، درسته؟ خب بگو ببینم الان خورشید با آفتاب تناسب دارد یا ندارد؟ درست شد؟ به این میگن ایهام تناسب. درست شد؟ پس هر وقت یک واژه ایهام داشته باشه و برای یکی از دو معنیش متناسبی در بیت ذکر شده باشه بهش میگن ایهام تناسب. سوالت رو مینا جان میتونی تایپ کنی عزیزم من ولی هنوز ندیدم. آهان هر وقت اضافه تشبیه داشته باشیم تشبیه هم داریم. آره دیگه اصلا تشبیه یکی از انواعش اضافه تشبیهه. بله قطعا تشبیه هم خواهیم داشت. خسته نباشید بچه ها. امیدوارم که کلاس مفید واقع شده باشه واسه تون. من بیش از این دیگه مصدق اوقات نمیشم. ممنون از اظهار لطف همتون. انشالله اگر قسمت باشه بچه ها تابستون در ابتدای تیر ماه در خدمتتون خواهیم بود و به امید خدا کلاس هامون رو با قدرت و قوت آغاز میکنیم. به خدا میسپارمتون. خسته نباشید.